سلام عرض میکنم. من قسمت اجنبی شو دیگه ترجمه نمیکنم چون مطمئنم که شنیدید. برای من واقعا باعث افتخار که مهمان عزیز امشبم رو اینجا بهشون خوش آمد بگم. دوستانی که به جلسه آخر ما آمدن، جلسه آخر ما فیلم آقای ابراهیم گلستان بود و یکی از بحثایی که در اونجا در پایان فیلم در گرفت در مورد مسئله تجدد در ایران بود و اینکه یک تجدد تازه‌ای در ایران آغاز شده، اون تجدد باسمه‌ای تقلیدی قبلی رو واگذاشته، به جای اینکه صرفا از غرب نسخه برداری بکنه در پی این هست که تجدد ایران رو از دل سنت ایران در بیاره. هم سنت غرب خوب میشناسه، هم تجدد غرب خوب میشناسه و هم میخواد از ترکیبش چیز بدیعی ایجاد بکنه. در تئاتر خب آقای بیضایی واقعا پیشکسوت این راه بودن و هستند، در نقاشی آدم های مختلفی در این زمینه بودند، در زمینه موسیقی ایران واقعا کاری که آقای درویشی کردند، من در این چند روز بعضی از نوشته هایشون رو خوندم، شگفت انگیز هستن، هم از بابت غنای فکرش، هم از بابت دقت نظریش، هم از بابت وسعت اطلاعاتش و هم از بابت بکری بودن کاری که داره میکنه. یعنی داره یک سنت موسیقایی متجدد واقعی رو از دوردست ترین دهات ایران جمع آوری میکنه. 30 و چند سال عمر عزیزش رو در این کار گذاشته. تعداد آثاری که در این زمینه نوشته، تعداد موسیقی هایی که در این زمینه تدوین کرده و تا اونجایی که من شنیدم اونچه که تا به حال چاپ شده بخش کوچکی از گنجینه‌ایش که فراهم کرده به راستی شگفت‌انگیزه. من از آقای بیضایی به خصوص خیلی متشکرم که توصیه کردن ما حتما آقای درویشی رو دعوت کنیم. اولین انگیزه ما برای این کار این بود که هم ایشون رو هم آقای میرطهماس رو که فیلمی در مورد تلاش چندین ساله ایشون تهیه کردن و هم همایون شجریان رو دعوت کنیم. آقای همایون شجریان قبل از رسیدن به اداره پاسپورت تغییر نظر داد، پاسپورت ویزای آقای طهماسب میر طهماسب درست نشده، وقتی که درست بشه کامل فیلمشون رو در مورد این پروژه براستی عجیب و شگفت انگیز و زیبا نشون خواهیم داد. چون من فکر کردم هیچ کس به اندازه استاد بیضایی که با ایشون کار کردن و چندین کار مشترک کردن و به هر حال ورود بسیار فراوانی به موسیقی ایران و موسیقی غرب دارن، من ازشون استدعا کردم که کار معرفی آقای درویشی رو ایشون به عهده بگیرن و ایشون با حسن نظر قبول کردن. جناب آقای بیضایی. من از طرف خودم و از طرف دوستداران موسیقی در اینجا خوش آمد میگم به آقای درویشی. خوشحالم که در جمع ما هستن. بعد از حرفای آقای میلانی در واقع حرفی برای من نموند، چون تمام اون چه باید رو گفتن. من میتونم یه اطلاعات اولیه بدم راجع به آقای درویشی که احتمالاً همه باید داشته باشید، منتها شاید کمی منظم تر. آقای درویشی سال 1334 که معادل است با 1955 میلادی در شیراز دنیا اومدن، در دانشکده هنرهای زیبای تهران موسیقی خوندن و بعد مجموعه کارهایی که از اون موقع تا حالا کردن، چیزهایی که نشون میده مشخصا در درجه اول اینه که استاد و معلم موسیقی، پژوهشگر و آهنگساز، یعنی کسی که خودش شخصا کار خلاقه میکنه در کنار جستجوهاش و در کنار تعلیم دادن موسیقی. بیش از 100 آلبوم موسیقی از موسیقی های نواحی و مناطق ایران منتشر کرده، بیشتر از 60 فیلم رو موسیقی فیلم ساخته و به نظرم میاد که آن چیزی که من بیشتر از همه میتونم روش تأکید کنم به خاطر آن چیزی که در خودم هست، شاید شوق به تحقیق، در واقع دو کتاب خیلی مهم ادوات موسیقی یا سازهای موسیقی ایرانی، یک دائره المعارف فرهنگ سازهای موسیقی ایرانی، دو جلد خیلی قطور و بزرگ، و کار پژوهشی که دیگه
امروز همه بیشتر به اون میشناسن آقای درویشی رو، کارش که روی عبدالقادر مراغی کرده که حدود 10 سال وقت گرفته. میدونیم که موسیقی عبدالقادر مراغی که در حدود 6 قرن پیش ظاهراً دیگه آخرین تاریخی که داریم میشه گفت 6 تا یکم بیشتر قرن پیش در واقع میشناسیمش، مبنای موسیقی عثمانی اون موقع است و در حقیقت آقای درویشی کوشید یک بازخوانی ایرانیش با توجه به آنچه که در موسیقی ایرانیه، من یک کمی اون لحنها رو دوباره خوانی و بازخوانی کنه، در مراجعه دوباره با اصل متن عبدالقادر مراغی و دو مرتبه اگر بتونه بازسازی کنه و با اطلاع از اونچه که در اونجا اتفاق میفته تمام این کارها بشه و دو مرتبه یک باز تولید و ضبط دوباره بشه، بازخوانی دوباره بشه. کاری که به هر حال الان چون یک فیلم روش هست و بعداً خواهید دید میشه دوباره راجبش صحبت کرد و آلبومش چون وجود داره میشه شنید و دید و این هم آقای درویشی هرگز توش ادعا نکرده تنها بازخوانیه، هر کس دیگه میتونه بازخوانی خودش رو بکنه اگر چنین همتی وجود داشته باشه. من نمیخوام بیشتر از این راجب کار آقای درویشی بگم، ولی میتونم راجع به اون چه که به همکاری خود اون مربوط میشه چون دیگه این تجربه شخصیه، یک نگاه از دور نیست. من کتاب فقط نخوندم، فقط موسیقی فیلمش رو نشنیدم، فقط موسیقی رو نوارش رو ندیدم، بلکه شخصا در کنارش کار کردم در 3 تا تئاتر و 3 بار، یعنی کار تئاتر چون آقای درویشی از جمله تعدادی کار صحنه ای ساخته، در شب 1001 در مجلس شبیه که عنوانش خیلی بلنده و کوتاهش میکنم به مجلس شبیه و توی افرا 3 بار آقای درویشی به ما لطف کردن و کار کردن توی تئاتر ما، همه اینا موسیقیش وجود داره و قابل شنیدن. ما هرگز موفق نشدیم تا امروز اونا رو تدوین کنیم، منتشر کنیم و هر کسی ببینه و امیدوارم یه روز این اتفاق بیفته. و آخرین فیلمی که من کار کردم، فیلم وقتی همه خوابیم، موسیقیش مال آقای درویشیه. آقای درویشی میگفت که آخرین موسیقی فیلمیه که ساخته، البته بعد از اون 2-3 بار همکاری در موسیقی کرده، یعنی موسیقی انتخابی برای فیلم ها کرده، ولی آخرین آهنگسازی است که برای فیلم کرده. چیزی که من میشناسم در آقای درویشی، یک پژوهشگر مستقل، صریح، سخت کوش، کمال طلب که از هیچ چیه آنچه که میخواد کوتاه نمیاد، تا اونجایی که من دیدم لااقل در کار مشترکمون کوتاه نمیاد و در واقع شاید این خصوصیت، این ویژگیه که این کارها رو بالاخره به سرانجام رسونده و بالاخره در دسترس قبول یا قضاوت دیگران قرار داده. من فکر میکنم من وقت آقای درویشی رو نمیخوام بیشتر از این بگیرم و شما از طریق خودشون با خودشون میتونین آشنا شید الان و در نتیجه سخن رو کوتاه میکنم، بعدا شما سوال جواب خواهید داشت با آقای درویشی و خودتون بهتر رو خواهید شناخت. من خوشحالم اینجاست و یک بار دیگه خوش آمد میگم به آقای درویشی. بفرمایید. سلام، خوشحالم که در خدمت شما هستم. ممنونم آقای بیضایی، خیلی باعث افتخار من هست که جناب آقای بیضایی و جناب آقای میلانی منو معرفی بکنم، من کوچک رو. تشکر میکنم ابتدا از همه شما که آمدید تا پای صحبتهای من بشینید. استاد بهرام بیضایی رو همه جهان میشناسم، نه تنها به خاطر فیلم هاشون و تئاتراشون، بلکه به اعتقاد من و خیلی های دیگه
بر زبان معاصر فارسی ایران تأثیر گذاشتن. این دیگه ارتباطی با سینما و تئاتر نداره، بحث زبانه. و زبان نخستین عنصر در هر تمدنی، مقدمه بر هر چیزه، بر هر هنری. این اولین پدیده در زندگی اجتماعی هر بشری زبان هست. و بهرام بیضایی در موضوع و کانسپت زبان فارسی معاصر تأثیر گذاشته، خارج از موضوع تئاتر یا سینما. و این اهمیت این شخصیت رو در دوره معاصر تاریخ، تاریخ ایران و زبان فارسی نشان میده. خیلی متشکرم آقای بیضایی. امروز من راجع به عبدالقادر براقی، در واقع آخرین موسیقیدان مکتب کلاسیک موسیقی قدیم ایران پس از ابونصر فارابی، صفی‌الدین ارموی و قطب الدین محمود شیرازی، میرسیم به عبدالقادر براقی و بعد تمام میشه. برخورد میکنیم با یک دوره 300 ساله سکوت سیاه در موسیقی ایران که کمترین اطلاعات رو ما در زمینه موسیقی در اختیار داریم، تا اواسط دوره قاجار، حدوداً مقارن با دوره ناصرالدین شاه قاجار، که موسیقی از پس این دوره 300 ساله بیرون میاد با یک شکل و شمایل و محتوای جدیدی که همون ردیف دستگاهی موسیقی ایران میشه، که از نظر ساختار یا فرم و محتوا بسیار متفاوت هست با اون چه که عبدالقادر مراقی به عنوان آخرین سلسله دار موسیقی قدیم ایران به یادگار گذاشت. به همین دلیل هست که عبدالقادر براقی مهمه. یعنی آخرین سلسله دار موسیقی قدیم ایران هست. و به دلایل دیگری که در امروز ما مرور کوتاهی خواهیم داشت. این واقعا نمیشه راجع به عبدالقادر در یک جلسه صحبت کرد، راجع به رسالاتش صحبت کرد، بحث فنی راجع به فواصلش کرد، بحث تخصصی راجع به ریتم‌ها یا ایقاعات در رسالات عبدالقادر صحبت کرد، راجع به تأثیراتش بر موسیقی عثمانی صحبت کرد، راجع به آهنگهاش یا تصنیفهاش صحبت کرد. همه اینا مثلا در 2 ساعت اصلا غیر ممکنه. در واقع ما یک نگاه بسیار مختصر و اجمالی خواهیم داشت به عبدالقادر مراقی که اسم کاملش هست به عربی عبدالقادر ابن غیبی حافظ المراقی و به فارسی عبدالقادر بن غیبی حافظ مراقی، یعنی عبدالقادر پسر غیبی، نام پدرش غیبی بوده، حافظ لقبش بوده، مراقی
یعنی اهل مراغه بوده. حافظ اینجا در تذکره ها و کتاب ها و تاریخ های بعد از مراغه به دو معنی به کار رفته. معنی اول این که در دوره تیموری به خوانندگان لقب حافظ میدادن. در معنای اول حافظ در دوره تیموری به خوانندگان خیلی خوشخوان میگفتن، در معنای دیگه به کسانی که قرآن رو از بر داشتن در همین دوره تیموری حافظ میگفتن. عبدالقادر واجد هر دو شرایط بوده، در نوجوانی قرآن رو از بر بوده و از میان سال از نوجوانی به بعد خواننده بسیار زبردستی بوده در دوره آل جلایر ایلکانیان. یک نگاه بسیار خلاصه ما میندازیم به این که عبدالقادر در واقع در چه دوره تاریخی وجود داشته. بخشی از زندگی عبدالقادر، برخلاف اینکه بیشتر گمان میکنن که عبدالقادر فقط در دوره تیموریان بوده، یعنی تیمور و جانشینان تیمور، بخشی از زندگی و هنر عبدالقادر در دوره ایلخانیان گذشته، یعنی آل جلایه. با حملاتی که تیمور، امیر تیمور لنگ، امیر تیمور گورکانی 1336 تا 1405 میلادی، زندگی تیمور، قسمت‌های مهم ایران، عراق و ماوراءنهر رو تسخیر می‌کنه و احمد جلایر سلسله آل جلایر رو در واقع وقتی شکست میده در 1393 حکومت ایلکانیان منقرض میشه و حکومت تیموریان توسط تیمور تشکیل میشه در ایران و با یورش های مختلفی که طی در واقع چند دهه به ایران میکنه، قسمت های مهم ایران، ماوراءنهر تا روسیه تا هند رو در واقع زیر سلطه خودش میگیره. بعد از تیمور و 36 سال تیمور حکومت میکنه بر ایران و برخلاف در واقع اون برداشتی که غالبا ایرانی ها دارن و تیمور رو جلاد میدونن، در حالی که مثلا در ازبکستان در هر میدانی مجسمه تیمور وجود داره، کوچه ها و خیابان ها به نام تیمور هست، تیمور تاریخ میگه که دربارش مملو از هنرمندان بوده که از اطراف ایران و کشورهای دیگری که زیر تسلط تیمور بودن اینها رو جمع میکرده، از جمله خود عبدالقادر مراغی رو. بعد از مرگ تیمور، شاهرخ پسر تیمور به سلطنت میرسه و دربار رو از سمرقند منتقل میکنه به شهر هرات. بنابراین دو مرکز فرهنگی در اون روزگار وجود داشته، یکی هرات و یکی سمرقند. این دو مرکز فرهنگی در واقع بزرگترین مراکز فرهنگی اون روزگار بودند، مرکز خوشنویس ها، بهترین موسیقیدان ها و بهترین نقاش ها و شاعران. این سنت که در این دو مرکز فرهنگی جهان اون روز، یعنی 600 سال پیش، 500 تا 600 سال پیش، قرن 14 میلادی و 15 میلادی وجود داشته، توسط جانشینان شاهرخ هم تداوم پیدا میکنه، اولوغ بیگ و بایسونقور.
تا دوره امیر علی شیر نوایی دیگه مثلا قرن 15 نزدیکای قرن 16 میلادی تا انقراض سلسله تیموریان و در یک دوره آخرین بازمانده های سلسله تیموری و اولین مؤسسین سلسله صفوی در واقع در ایران به طور موازی حکمرانی میکردن تا اینکه به تدریج دیگه سلسله تیموری منقرض میشه و سلسله صفوی شکل میگیره. عبدالقادر در دوره پیری سالیان مثلا 20 سال آخر عمرش رو در دربار شاهرخ در هرات بوده و بسیاری از تصنیفهاش و یکی از حداقل یکی از رسالاتش یعنی شرح ادوار صفی‌الدین عروی رو احتمال می‌رود که در دربار شاهرخ نوشته و مابقی آثارش یا در دوره تیمور بوده یا در دربار احمد جلایر در دوره ایلخانیان رسالاتش رو نوشته یا آثارش تصنیفاش رو ساخته. اما آثار عبدالقادر به چه دلیل اهمیت داره؟ اهمیت اولیش این هست که بعد از فارابی و صفی‌الدین عروی و قطب الدین محمود شیرازی میرسیم به عبدالقادر مراغی، یعنی آخرین میراثدار مکتب اسکولاستیک موسیقی قدیم ایران محسوب میشه. دوم، برخلاف فارابی و صفی‌الدین عروی و قطب الدین محمود شیرازی که هر سه ایرانی بودن اما به خاطر اینکه زبان عربی زبان علمی اون روزگار بوده تمام رسالاتشون رو به زبان عربی می نوشتن، عبدالقادر مراغی نخستین موسیقیدانی هست از نسل استادان قدیم که رسالاتش به زبان فارسی هست و از این راه یک خدمت بسیار بزرگ به زبان فارسی کرده، یعنی نثر دوره تیموری. یعنی هم به لحاظ موسیقی رسالاتش اهمیت داره و هم به لحاظ زبان فارسی، یعنی نثر دوره تیموریان و خط دوره تیموریان، چون رسالاتش به خط خودش هست بسیار زیباست با مرکب سیاه و قرمز. علاوه بر این این دو نکته مهم، مراغی نخستین تئوریسین موسیقی دوره تیموریان است. تا پایان دوره تیموری ما هیچ نظریه پرداز مهم دیگری در موسیقی نداریم. در دوره صفوی هم هیچ تئوریسین دیگری در موسیقی نداریم. بعد شاهد دوره 300 ساله سکوت میشیم در موسیقی ایران. از اواخر دوره قاجار تئوری موسیقی غربی وارد ایران میشه از طریق مدرسه دارالفنون و ورق بر میگرده. بعدش هم استاد علی نقی وزیری میاد تحصیل کرده فرانسه و آلمان و تئوری ابتدایی موسیقی غربی رو وارد موسیقی ایران میکنه. موسیقی ایران رو با تئوری موسیقی ابتدایی غربی میخواد تعریف بکنه و گام 24 رو به پرده‌ای تامپره رو پیشنهاد میکنه که منطبق بر سیستم
تقسیمات مساوی موسیقی غربی هست. بعد شما مرحوم روح الله خالقی راه علیقی وزیری رو دنبال میکنه. پس اصلا همه چیز واژگونه شد. ژان باتیست لومر در مدرسه دارالفنون افسر گارد پیاده نظام فرانسه، ناصرالدین شاه دعوتش میکنه بیاد در مدرسه دارالفنون موزیک نظام درس بده، دستجات موزیک نظام به سبک اروپا رو بیاد جایگزین سیستم نقاره‌خانه بکنه که در قدیم بود. به این ترتیب موسیقی غربی وارد موسیقی ایران میشه. بعد از دوره 300 ساله سکوت، بعد از عبدالقادر مراغی، ما هیچ تئوریسین دیگری در موسیقی نداریم و نداشتیم. سیستم نظر و عمل عبدالقادر مراغی تا اواسط دوره صفوی استفاده می شده در ایران. در عثمانی استفاده می شده، هنوزم استفاده میشه. از زمانی که در دوره صفوی ایران شیعه در مقابل عثمانی سنی قرار میگیره، هر نشانی که در عثمانی سنی ردی ازش در ایران بود باید پاک میشد به طور کلی، از جمله سیستم نظری و عملی عبدالقادر، چون در دربار عثمانی بهش میگفتن نیای بزرگ. بنابراین این موسیقی بازمانده سیستم عبدالقادر، چون در دربار صفوی استفاده میشد باید پاک میشد این ننگ. چرا؟ چون در دربار عثمانی استفاده میشد. بنابراین اونچه ما در ایران از عبدالقادر مراغی میشناختیم سه رساله بود، نه آهنگهاش. سه رساله: اول مقاصد الالحان، دوم جامع الالحان، سوم شرح ادوار. یک رساله بسیار دشواری صفی‌الدین علموی نوشته به نام ادوار به عربی، بسیار رساله دشواری و فهمش بسیار سخته، حتی اگر به فارسی بود بسیار سخته. افراد مختلفی شرح کردند رساله ادوار صفی‌الدین رو، از جمله قطب الدین محمود شیرازی در قرن هفتم هجری قمری و عبدالقادر مراغی اواخر قرن هشتم هجری قمری. عبدالقادر مراغی یک رساله‌ای داره به نام شرح ادوار. در این رسالش هم صفی‌الدین علموی رو نقد کرده، یعنی ادوار صفی‌الدین رو نقد کرده، هم شرح ادوار قطب الدین محمود شیرازی رو که بر ادوار صفی‌الدین نوشته، هر دو رو بوده زیر سوال. از این نظر خیلی عجیبه، خیلی عجیب. یک رساله دیگری که مفقوده به نام کنز الالحان که 600 سال گم شده. البته در ایران رساله در ریاضی، رساله در نجوم بسیار گم شده. این سنت متاسفانه بین علمای ایران همیشه بوده که رساله دزدی
رساله های منحصر به فرد آتش زدن، مفقود شدن، این سنت همیشه از قدیم در ایران رسم بوده. در سه رساله خودش عبدالقادر حداقل 50 بار نام رساله چهارمش رو برده، کنز الالهان، که آدرس میده برای پی بردن به این نکته به رساله کنز الالهان مراجعه کنید. در رساله کنز الالهان تصریف های من گذاشته شده. حداقل 50 مورد در این سه رساله خود عبدالقادر ارجاع میده به رساله کنز الالهانی که وجود نداره. من یک هفته در بخش نسخ خطی کتابخانه لایدن در هلند شخم زدم و فهرست نسخ خطی کتابخانه الازهر مصر رو شخم زدم. اصلا وجود نداره این کتاب. فکر میکنم جزء کتاب‌هایی است که عمدن از بین بردنش، مثل خیلی از رسالات دیگه. در ترکیه حتی رئیس سابق کنسرواتوار دولتی استانبول با من صحبت میکرد، میگفت که حتی یک عده روح عبدالقادر رو احضار کردن که ازش بپرسن که آیا خود عبدالقادر خبر داره از این رساله یا نه، که اونام چیزی دستگیرشون نشده. عبدالقادر گفته که من اینو نوشتم، نمیدونم بعد از من چی شده و اینا. یعنی تا اینجا متوسل شدن به این قضیه. اما تو عثمانی ها ظاهرن سبک یا مکتب عبدالقادر براقی در آهنگسازی توسط نوه های عبدالقادر که پناهنده میشن به دربار عثمانی منتقل میشه به عثمانی و دربار عثمانی و اونجا توسط سلاطین عثمانی به عنوان مبنای موسیقی عثمانی پذیرفته میشه. رسالات عبدالقادر چون ادامه دهنده مکتب صفی‌الدین عرموی در توری هست که عثمانی ها مشکلی باش نداشتن، چون رسالات عبدالقادر در واقع با جزئی جزئی اختلافی ادامه دهنده رسالات صفی‌الدین عرموی بوده، یعنی قبل از خودش، که عثمانی ها هم قبول داشتن اونا. بنابراین در تئوری مشکل نداشتن عثمانی ها با عبدالقادر. میمونه تصانیف آهنگ های عبدالقادر که میپذیرن تصانیف عبدالقادر رو و به او لقب نیای بزرگ میدن. هنوز هم، یعنی همین امروز که من در خدمت شما هستم، موسیقیدان ها و آهنگسازان معاصر ترکیه به عبدالقادر میگن نیای بزرگ. و این در حالی است که موسیقی دانای ایرانی ما همین امروز اصلا نمیدونه عبدالقادر مراغی کی هست. مراغی با قاف یا با غین. همین امروز که من در خدمت شما هستم. چرا؟ برای که نه تصنیف های عبدالقادر رو میشناسن و نه در کار نظری یا تئوریک هستن که سری به رسالات عبدالقادر حداقل بزنن، بدونن مقاصد الالهان چه کتابیه، جامع الالهان چه کتابیه، شرح ادوار چه کتابیه. یعنی نه اهل تئوری هستن، بیشتر فقط یک سازی رو توتیوار میزنن یا یک آوازی رو توتیوار میخوانن. بنابراین اهل موضوعات علمی در موسیقی قدیم ایران کمتر کسی امروز در ایران هست. یعنی از تعداد انگوشت های دو دست من واقعا تجاوز پیدا نمی کنه همین امروز در ایران. کسانی که رسالات عبدالقادر رو حداقل بشناسند، این سه تا کتاب هم بیشتر نیست. صفی‌الدین هم دو تا کتاب بیشتر نداره. ادوار داره و رساله شرفیه.
فارابی هم یک کتاب بیشتر نداره، موسیقی کبیر. این مجموعه اینا میشه 6 تا کتاب. و موسیقیدانای امروز ما، حتی اساتید ما، اسم این 6 تا کتاب هم نمیدونن اسمشون. و اینجا های تأسف داره. یعنی مجده موسیقی هست، عالم موسیقی نیست. این فریاد خود عبدالقادر هم در 600 سال پیش میزنه. مراجعه کنیم به مقاصد الهان یا زمیمه شهر ادوار، فواید اشره یا زواید الفواید. داد عبدالقادر باراست از وضعیت موسیقی دوره خودش، قرن 14 میلادی، و قید میکنه که آهنگهای من پیچیده است که امروز 6-7 تصیف خواهیم شنید. میگه پیچیده است و یک موسیقی هنری مخصوص افراد خاصه. موسیقی عوام چیز دیگه است و اسماشو میاره. میگه اینها موسیقی خواصه و پیچیده است، به درد عوام نمیخوره، عوام اینها رو نمیفهمه. و خیلی حرفا میزنه، راجع به گونه های شعری صحبت میکنه که چه به درد خواص میخوره چه به درد عوام میخوره. حتی راجع به گونه های شعری هم عبدالقادر صحبت میکنه. به هر حال جدای از اشارات مشخصی که در 3 رساله‌اش عبدالقادر مراغی خودش راجع به خودش به عنوان آهنگساز میکنه، عثمانی ها در تذکره هاشون در یک کتاب های عثمانی ها و ترک های امروزی دارن به نام گفته، یعنی اسم کتاب هست گفته یا گفته ها. اینها چه نوع کتاب هایی هستن؟ اینها کتاب های شعر هستن، منتها شعر هایی که مال آهنگ هستن. بالاش نوشته مقام مثلا راست یا نوا، دور یعنی ریت مثلا خفیف، عنوان یک نوع ریتم، شاعر مثلا فلان. نوت ندارن ولی مشخصات آهنگ رو نوشتن بالایشه. به این کتاب ها میگن گفته، که هزاران کتاب از اینها هست از دوره عثمانی تا امروز. همین امروز هم جدیدش چاپ میشه، مال گفته های معاصر. هزاران جلد کتاب هست. مثلا یه خانمی رو من در کنسرواتوار استانبول دیدم، پایان‌نامه دکتراش روی گفته ها بود، یعنی از قدیمی ترین گفته تا پایان دوره عثمانی. خیلی کار سنگینی بود و آدرس همه اینها رو داده بود. در واقع اینا همه چی داشتن به جز نوت، همه چیز داشتن به جز نوت موسیقی، یعنی خصوصیت آهنگ، اسم مقام، اسم دور، اسم شاعر بود، شعرش هم بود، فقط نوت موسیقی این گفته ها ندارن. حالا بر اساس این کتاب هایی که اسمش گفته هست، خیلی از اینها بالاش نوشته آهنگ عبدالقادر مراغی، فقط نوتش نیست، فقط نوتش نیست. بنابراین مای بی خبر از دوره صفوی تا امروز نمیدانستیم که
به جز سه رساله یا سه کتاب عبدالقادر مراغی، عبدالقادر مراغی آهنگساز هم هست، یعنی که رسالاتش هم دقیق نخونده بودین که ببینیم خود مراغی داره میگه من آهنگسازم. ترک ها اساساً برای عبدالقادر مراغی یک جایگاه حکیمی نیمه اسطوره‌ای قائلن، یعنی یک حکیم نیمه اسطوره‌ای برای یک موسیقیدان، برای یک موسیقیدان ایرانی. خودشون آهنگسازهای بسیار بزرگی دارن، مثل مثلا دده افندی، حمامی‌زاده، دده افندی خیلی بهش مینازن، کتاب ها راجع بهش نوشتن، ولی شخصیت اسطوره‌ای برای دده افندی قائل نیستن. یا دده زکایی، خیلی مهمه برشون دده زکایی در حوزه موسیقی، ولی حالت اسطوره‌ای برای اون قائل نیستن. برای عبدالقادر مراغی هنوز هم قائلن، این مثل امام براشون، در این حد احترام قائلن براشون. در حدود سال 1890 میلادی یک هیئتی در استانبول تشکیل شد به نام هیئت تثبیت و تصنیف آثار اسلاف. یعنی به سرپرستی یک موسیقیدان مشهور اون موقع به نام رؤوف یکتا، 1871-1935 تولد و وفاتش، اینا 4-5 نفر بودن. اینا موظف شدن که رپرتوار موسیقی دوره عثمانی رو به نوتیشن امروز، نوتیشن امروز غربی در آورند. صدها و صدها قطعه رو اینها نوت کردن. منابع انسانی اینا کیا بودن؟ مهمترینشون یک شخصیتی بود که خواننده بود به نام دده زکایی، زکایی زاده، پسر دده زکایی، که با یک نسل قبل میرسید به دده افندی، یعنی حدود 200-250 سال پیش از اون دوره. و ایوبی محمد بیگ که خودش به طور مستقیم شاگرد دده افندی بوده. اینا منابع انسانی شفاهی سینه به سینه اینها بودن. مثل مثلا ردیف موسیقی ایران به روایت میرزا عبدالله، یا به روایت میرزا حسین قلی. خب اگر ما بگیم که اونچه که ایوبی محمد بیگ و دده زکایی خونده غلط بوده، پس ردیف ما هم غلطه. یعنی ردیف میرزا عبدالله و ردیف میرزا حسین قلی ما هم غلطه، اصلا ردیف ما هم کشکیه دیگه، یعنی موسیقی دستگاهی ما هم کشکیه، پس ما به چی داریم استناد میکنیم اینقدر تو سرکله هم میزنیم؟ ردیف میرزا حسین قلی، ردیف میرزا عبدالله، ردیف کریمی، ردیف دوامی، ردیف سبا، پس همش کشکیه دیگه. بالاخره یه جایی این پله رو باید صفر کنی دیگه. خب میرزا عبدالله از کجا بوده؟ اصلا اگه بخوایم مقایسه بکنیم که مال ما کشکیه،
چون آقای علی اکبر فراهانی اون از کجا آورده؟ مال اینا که معلوم تره که آقای علی اکبر فراهانی منتقل کرده به میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی. خب آقای علی اکبر فراهانی از کجا آورده؟ هیچ سندی نیست. میشه 150 سال ردیف. تازه آقای علی اکبر فراهانی از تو جیبش در آورده. هیچ قابل اثبات نیست آقا دستگاه شور و نواب و سگاه و چهارگاه و پنجگاه از کجا آمده. هیچ سندی نیست. تازه اینجا سندیت بیشتره. اینجا میگن ایوبی محمد بیگ، دده زکایی، اینها شاگردان اسماعیل دده افندی بودن حداقل 200 تا 250 سال و هرچه به عقب بریم امکان دروغ کمتره. خب این تا اینجا این آقایون یعنی زکایی دده و ایوبی محمد بی حدود چند صد آهنگ میخونن برای آقای رؤوف یکتا و اون هیئت تثبیت و تثبیت و تصنیف آثار اسلاف. اسلاف یعنی عثمانی ها. از این وسط که آثار موسیقیدانان عثمانی رو میخونن میگن آقا جان این 30 تاش مال عبدالقادر مراغیه از بین چند صد تا. میگن 30 تاش مال عبدالقادر مراغیه. اینا به هیچ تعصبی ترک بودن دیگه. در تاریخ 1890 اینو می نویسن مالکی، اینو می نویسن مال دده افندی، اینو می نویسن مال دده زکایی، اینو مال عبدالقادر، مال همه چی فهرست می کنن. 30 تصنیف متعلق به عبدالقادر مراغی فهرست می کنن. بعد یک مجموعه منتشر میکنن به نام دارالالحان، یعنی یک مرکزی به نام دارالالحان که اینها رو بخشی از اینها رو منتشر میکنن با چاپ سنگی. که نایاب بود، به هیچ عنوان پیدا نمیشون. کپی خطی اینا از رو اونا نوشته شده بود ما تونستیم پیدا کنیم. این میشه فهرست رؤوف یکتا. فهرست های دیگه هم هست. یک فهرست مال دعات المعارف بزرگ ترکه که با فهرست رؤوف یکتا اختلاف داره. یک فهرست دیگه دکتر صبحی ازگی موسیقی شناس ترک است. اون هم یک فهرست دیگری داره که با این دوتا فرق میکنه. 4 تا فهرست مجموعا هست که ما بر اساس فهرست رؤوف یکتا رفتیم جلو. منتها وقتی که شروع کردیم میخواستم من شروع بکنم یک کتابی مرحوم دکتر محمد تقی مسعودیه استاد خود من و اتنوموزیکولوگ که آخرین نفری بود که نوع ترانسکریپشنش بر اساس مکتب برلین بود. مکتب برلین نوع ترانسکریپشن موسیقی یک روش خاصی داشت که قابل اجرا نبود. اون نوت فقط برای بررسی چشمی بود.
یوزف کوکرتز و محمد تقی مسعودیه آخرین افرادی بودن که پیرو به مکتب برلین بودن، که اول کوکرتز فوت کرد، بعدم دکتر مسعودی که فوت کرد، اساساً مکتب برلین دیگه در دنیا منقرض شد، هیچ کس اونطور ترانسکریپسیون دیگه انجام نمیده دیگه. الان خیلی ساده، چون وسایل ارتباط جمعی هست، فیلم هست، ضبط هست، اونطوری آقا نمیسی میکرد که اگر یه تقن تو موزیک بود باید تقن هم نوت کنه، چون وسایل ارتباط جمعی نبود. الان که وسایل ارتباط جمعی هست، خلاصه این ملودی رو مینویسن، بعد فیلم در اختیار شخص میذارن یا صدای اودیو در اختیار شخص میذارن و اینا. بعد هم پشت جلد کتاب مبانی اتنو موزیکولوژی محمد تقی مسعودیه یک نوت چاپ شده بود. بالای این نوت نوشته بود نهاوند کبیر آهنگساز عبدالقادر مراغی سال 60 خورشیدی، الان 94 خورشیدی هستیم، یعنی 34 سال پیش. من رفتم خدمت آقای مسعودیه، چون شاگردیشون بودم قبل از انقلاب، گفتم این یعنی چی؟ نامند کبیر آهنگساز عبدالقادر مراغی، که گفت خب یعنی همین دیگه، یه قطعه مال عبدالقادر مراغی اسمش هست نامند کبیر. گفتم میفهمم، از کجا آوردین اینو؟ گفت که سمین باغچبان در ترکیه به من داده. گشتم، دو سال طول کشید تا تلفن سمین باغچبان رو مرحوم مسعودیه به من نداد. از طریق خواهرش که در ایران بود، خواهر سمین باغچبان، تلفن سمین رو پیدا کردم، زنگ زدم به آقای باغچبان، که بعد چون دوستی و الفت عمیقی بین من و سمین پیدا شد و نامه‌نگاری که نامه‌های ما رو روزنامه همشهری چاپ میکرد تحت عنوان گفتگوی دو نسل، بعد گفتم که آقای باغچبان، من رفتم پیش دکتر مسعودیه، میگه که این نوت رو از آقای باغچبان گرفتم. گفت درسته، من دادم به ایشون. گفتم که شما از کجا پیدا کردی؟ گفت که اینا رو کنسرواتوار استانبول چاپ کرده، برید پیدا میکن. گفتم شما دارید؟ گفت تو کاغذان بوده. منم اون سالها ممنوع خروج بودم، نمیتونستم از ایران خارج بشم و اینا، دوباره دستم مون تو هوا، هم هوا هم حنا. هیچ گذشت تا من از ممنوع خروجی که در آمدم رفتم بالاخره استانبول و رفتم کنسرواتوار دولتی موسیقی ترک. گفت ما همچین چیزی چاپ نکردیم، ما چاپ نکردیم، شاید قدیم چاپ شده. گفتم قدیم یعنی که؟ گفت یعنی شاید مثلا 60 سال پیش چاپ شده. بعد من ول نکردم، با یکی از دوستان بودم، آقای سیروس جمالی که تو همین گروه عبدالقادر رباب باس میزنه، رباب بم. رفتیم مرکز فرهنگی آتاتورک، اونجا یه ارکستر داشت، رفتیم سر ارکستر با رهبر ارکستر صحبت کردیم و اینا. گفت بله، 60-70 سال پیش کنسرواتوار دولتی ترکیه اینا رو یک دور برخیش رو چاپ کرده، اینا یک و نیم نسل عوض شده، اینا خبر ندارن و اینا. ما تو آرشیومون یه مقدار داریم، یه 7-10 تاشو به ما داد و اینا، مرکز فرهنگی آتاتورک. و تو اون سفر یه 7-8 تا دشت کردیم به اصطلاح. برگشتیم ایران و گروه عبدالقادر مراغی رو تشکیل دادیم، یه 7-8 تا رو گفتیم خب 7-8 تا که نمیشه کاری کرد، دوباره برگشتیم استانبول. رفتیم یه 7-8 تا دیگه از یه سوراخ دیگری در آوردیم و تا اینکه شد 24 تا.
بعد در یک حراجی کل چاپ سنگی دارالالحان و دو نسخه ناقصش رو تونستیم به قیمت خیلی گران بخریم. دو نسخه که کاغذها دیگه پاره پوره بودن، دو نسخه ناقص خریدیم که جمع کردیم شد کامل. وقتی که دیگه نوشدارو بعد از سهراب بود، مرگ سهراب بود که ما دیگه همه رو اجرا کرده بودیم از اون دستنویس ها. بعد این در واقع وضعیت جمع کردن آثار ما بود از ترکیه. اولین تصنیف عبدالقادر رو که میشنویم تصنیف رهاوی هست. رهاوی در واقع تلفظ دیگری هست از رهاب که مقام رهاب قدیم معتقد بودن که مقام خواب معنوی هست و به هر حال این موسیقی در مقام رهاب یا رهاوی هست که قدیم معتقد بودن مقام خواب هست. تا که یکو لطف بفرمایید. که شد واسطه هلاک ما. شعرش از شیخ فیضی که البته در اصل نسخه ای که ما داشتیم شاعرش معلوم نبود، در واقع آقای دکتر شفیع کتکنی تو این پروژه خیلی به ما کمک کردن. خیلی شعرها غلط و غلوط بود، با رجوع به دیوان‌ها، تذکره‌ها و از همه مهمتر حافظه شگفت‌انگیزی که شفیع کتکنی داره هم شعرها رو اصلاح کردن برای ما. تو این دوره طولانی شعرها خراب شده بودن، اصلا انگار که افتادن توی چرخ گوشت. گاهی مصرع‌ها اصلا جا به جا شده بود. اینا رو دکتر شفیع کتکنی برای ما اصلاح کردن و خیلی از شاعراش هم پیدا کردن برای ما. یه چند تاشو دیگه به من گفتن فشار نیار، من دیگه نمیتونم. آره آره، یه اخطار خیلی زیبا و خاصی داره دکتر شفیع. گفتن دیگه فشار نیار، من دیگه نمیتونم، نیست اصلا شاعرش نیست، برو دیگه. آره. بعدها شاعر این شیخ فیضی هست بود. توی همین تصنیفی که شنیدین بجز شعر یک واژه های دیگری میشنیدین. به اینها در اون دوره میگفتن ترنم. ترنم ها دو گونه هستند. یکی ترنم های لفظی که کلمات معین و مشخص دارای معنی هستند. یکی ترنم های ایقایی یا ترنم های ریتمیک. ترنم های لفظی مثل ای جانم، ای دوست، حبیب من که باقی مانده، اینها تو موسیقی دستگاهی فعلی هم هنوز
ردش مونده. گروه دوم ترنم های ایقایی هست، مثل تنی ترنا، تن تن تنی، یلی یلرا یلی، که توی برخی از غزلیات مولانا به ندرت میشه ردی از این ترنم ها پیدا کرد. مثلا من که مست از می نابم، تنناها یاهو، فارغ از کون و مکانم، تنناها یاهو. توی چندین غزلش از این ترنم ها هست. حالا توی تصنیف های منسوب به عبدالقادر، حالا عرض میکنم که چرا من با تأکید میگم منسوب، نمیگیم یقینا مال عبدالقادره، چون در این 600 سال احتمال تغییرات یا تحریفات روی این تصنیف ها وجود داره. شاید برخی از غزل های حافظم به یقین مال حافظ نباشه، یا برخی از غزلیات مولانا به یقین مال مولانا نباشه، منتها غزل اونقدر بزرگه که امضای حافظ یا مولانا پاش میاد برای موندگار شدنش. برخی از این تصنیف هم اونقدر بزرگه و زیباست که امضای عبدالقادر آمده پاش که غیر قابل انکار بشه. شاید، ما نمیدانیم، ولی ما یک موسیقیدان داریم که اصلا ترک نیست، عثمانی نیست، یک شاهزاده اهل مولداوی هست در دوره عثمانی، به نام پرنس دیمیتری کانتیمر، که در عثمانی معروف به کانتیمر اوغلو. 1673-1723 میلادی این اولین کسی است که نوتاسیون غربی قرن 17 میلادی رو وارد دوره عثمانی میکنه و خودش هم یک نوع نوتاسیون ویژه داره که آهنگ های موسیقیدانان ایرانی که از دوره صفوی یا فرار کردن به دربار عثمانی یا به عنوان اسیر جنگی، غنیمت جنگی گرفته شدن، موسیقیدانان معتبر برده شدن به دربار عثمانی، قطعاتی از اینا مونده به نام عجمها که خود ترکا میگن عجملر، که گروه عبدالقادر اینها هم ضبط کرده و تا سال دیگه منتشر خواهد کرد. پروژه بعد از تصنیف های عبدالقادره که گروه عبدالقادر اینها هم ضبط کرده و فقط منتظر همایون هست، آقای شجریان، که بیاد. 7 آوازی، 24 قطعه است، بقیه سازی هست، اینسترومنتاله، که اونا هم اجرا کنیم و یک دو تا سیدی میشه منتشر کنیم و اینا. کانتیمر اوغلو، پرنس دیمیتری کانتیمر، اهل مولداوی، که الان یک کشور کوچیک است بین اوکراین و رومانی، اون به ما میگه که آثار آوازی مراقی، یعنی بی‌طرف صحبت میکنه، نه ترک عثمانیه نه ایرانیه، میگه آثار آوازی مراقی
مثل همینا که ما ضبط کردیم. هنوز هم یعنی در 1700 میگه، 1700 میلادی میگه، میگه هنوز هم بنیاد رپرتوار موسیقی کلاسیک ترکیه است. اینو کانتیمر میگه. بنابراین هر چقدر ما بخوایم به شک و تردید به این تصنیف ها نگاه بکنیم، بگیم 600 سال گذشته، دچار تحریف شده، منسوب کانتیمر، ببینید شاهزاده اهل مولداوی در قرن 17 میلادی میگه هنوز هم بنیاد رپرتوار دربار عثمانیه. آثار آوازی مراقی هنوز هم بنیاد رپرتوار موسیقی کلاسیک ترکیه است. این جمله دقیقا مال شاهزاده کانتیمر که موسیقی دان بود. بنابراین بحثم روی این ترنم ها بود که دو گونه هستن، ترنم های لفظی که رد پاشون هنوز در موسیقی آوازی امروز ما موسیقی دستگاهی باقی مونده و ترنم های ایقایی یا ریتمیک مثل تن 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 نیو قیرو زالک. اما ترنم ها جدای از تأثیرات حسی که بر جای میذارن، مثلا اگر این غزل واقعا مال مولانا باشه، من که مست از می نابم، خب چرا بعدش کلمه نمیاره؟ هزاران کلمه در سر داره مولانا، به خاطر تأثیر حس که میگه تنناها یاهو، فقط به خاطر حسه که میگه تنناها یاهو، ولی هزاران کلمه مولانا میتونه بیاره. فارغ از کون و مکانم تنناها یاهو. بنابراین ترنم هم اینجا در موسیقی تأثیر حسی شگفتی میذاره بر شنونده. اما در این موسیقی جدای از تأثیر حسی، در فرم تأثیر بسیار مهمی داره که مثلا در فرم کار یا عمل چند بار ترنم میاد، در فرم نقش چند تا ترنم میاد، در کارچه چند تا ترنم میاد. حضور ترنم ها در بین اشعار بسیار تعیین کننده هستند در ساختار فرم اون قطعه موسیقی. مثلا اگر که قطعه موسیقی با ترنم شروع بشه، این نشوندنده اینه که ما با یک فرم کار بسیار سنگین و پیچیده سر و کار خواهیم داشت. این از همون اول تکلیف روشن، در حالی که در فرم نقش یه فرم کوچک جمع جوره ما حد اکثر دو تا ترنم خواهیم داشت. بنابراین ترنم ها جدای از تأثیرات حسی که بر شنونده میذارن، در چگونگی ایجاد فرم تصنیف بسیار اهمیت خواهند داشت. خب از این به بعد دیگه ما موسیقی گوش بدیم. من خیلی سر شما را درد آوردم. دومین تصنیفی که میشنویم تصنیفی هست در مقام راست. برخی از تصنیف ها اسم دارن، برخی اسم ندارن. این اسم داره، اسمش هست محتشم، خیلی با وقار، معروف به راست محتشم، یعنی اسمش محتشم هست، مقامش راست هست. ما امروز هم در موسیقی دستگاهی
یک دستگاهی داریم به نام راست و پنجگاه که به اشتباه بهش میگن راست پنجگاه. این وابش خورده شده. در اصل ما داریم دستگاه راست و پنجگاه که به اشتباه بهش میگن راست پنجگاه. اینجا هم ما مقام راست جدا داریم، مقام پنجگاه جدا داریم. مقام ها جدای از یکدیگر هستند. بنابراین اسمش هست محتشم، خیلی با وقار این تصنیف هست. مقامش راست هست، فرمش کار هست، ریتمش یا دور ایقاعیش هست روان، که از دورهای یا ریتمهای موسیقی قدیم ایران هست. اما شعرش، این شعرش خیلی جالبه. شعرش اون چه که خواننده میخونه تنیده شده وسط حجم سنگینی از ترنم. بعد واژه ها رو از وسط این ترنم ها که شما استخراج بکنید میشه اینی که من الان براتون میخونم. آه که کند قومی به یقین، آه نگاه مبادا و برایت ز کمی. یعنی چرته بی خبر است رهی، نه آن است و نه این. خب حالا ما چیکار بکنیم؟ این یعنی چی؟ یه با دیگه میخونم. آه که کنم قومی به یقین، آه نگاه مبادا و برایت ز کمین. بی خبر است رهی، نه آن است و نه این. خب حالا ما اگر زیر برخی از این کلمات خط تیره بکشیم، قومی، یقین، کمین، بی خبر، رهی، نه آن است و نه این، زیر اینا خط بکشی. اینو در کدام شعر میتونی پیدا کنی؟ چی؟ خیام. آفرین. قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی متحیرند در شک و یقین. ناگاه برآورد منادی ز کمین، که بی خبران را نه آن است و نه این. این رباعی رو انداختن تو چرخ گوش، بیچاره شده اون پخش کن. بعد لاش پر از ترنمه. بفهم. با چی شروع شد؟ با ترنم شروع شد. یعنی از همون اول داره به ما علامت میده که با یک تصنیف مفصل و پیچیده سر و کار دارید. اینکه عرض کردم
ترنم ها جدای از تأثیرات حسی در چگونگی شکل دادن فرم ها تأثیر دارن و فرم های طولانی و پیچیده غالبا با ترنم شروع میشه. این یک نمونش. این تصریف حسینی یک تصریف نسبتا طولانی هست که با ترنم شروع میشه. خب من یک توضیحات مختصری بگم راجع به این مجموعه ای که منتشر شده و گروه عبدالقادر مراغی چی؟ بله. و فقط یک قطعه کوتاهی هست که چون خیلی خاصه فقط اون رو پخش خواهم کرد. این مجموعه در برگیرنده 24 تصنیف از عبدالقادر مراغی هست، شامل نوت‌های تصانیف، یک فولدر هست که نوت‌های تصانیف جدا جدا نه به شکل کتاب طوری چاپ شده که جدا جدا بشه گذاشت روی پوپیت نواخت، تک تک هست این نوت ها و اشعار همه زیر نویسی شدن زیر نوت ها و جدا فونتیک شدن برای خوانش اشعار. و یک آلبوم شامل 3 سی دی صوتی اودیو و یک آلبوم عکس و بیوگرافی اعضای گروه هست و یک کتاب که توضیحات راجع به هم توضیحات تاریخی داره و هم یک سری توضیحات راجع به فواصل در نظام موسیقی مراغی یا راجع به ریتم ها و ایقاعاتی که اجرا شده و توضیحات تاریخی و باز همین نوت ها در پایان کتاب هم ضمیمه شده. این مجموعه این آلبوم هست. اعضای گروه عبدالقادر مراغی که هر کدامشون در واقع در انجام این پروژه در واقع کمک کردن، من دست تنها نبودم انجام یک چنین پروژه‌ای که نزدیک به 10 سال طول کشیده، در واقع نمیشه یک تن انجام داد، هر کدوم از بچه‌ها در واقع یک جای کار رو گرفتن، شامل نگار بوبان نوازنده عود، ساناز نخجوانی نوازنده قانون، سیروس جمالی نوازنده رباب بم، علی صمدپور نوازنده رباب معمولی، سیامک جهانگیری نوازنده نی، بهزاد میرزایی نوازنده دایره، آرش شهریاری نوازنده تنبور چهارتار، سامر حبیبی نوازنده کمانچه آلتو، احسان ذبیحی‌فر نوازنده کمانچه آلتو و همایون شجریان خواننده گروه هست. نگار بوبان راهنمای گروه در بخش فواصل و مقام‌ها بوده. سیروس جمالی مسئول یافتن منابع انگلیسی و ترکی و ترجمه آنها به فارسی بوده برای تحقیقات خود من و اعضای گروه. سیامک جهانگیری نمونه های ضبط شده رو
ادیت کرده. علی صمدپور کمک برای پیدا کردن محل تمرین ها و محل ضبط نهایی ما کرده، برای که ضبط های نهایی رو ما در استودیو انجام ندادیم، در یک باقی در کوهپایه های تهران انجام دادیم که در فیلم هست. بهزاد میرزایی راهنمای ما در هم نوازنده دایره بوده و هم راهنمای ما در بخش ریت و ایقاعات بوده و همایون شجریان آدم بسیار باهوش و زیرکی هست و این تصنیف‌های به غایت ناآشنا برای گوش، هم به لحاظ اینتروال یعنی فواصل و هم به لحاظ ریت، بسیار تصنیف‌های ناآشنایی هست. اینها رو خیلی وقت گذاشت تمرین کرد و خیلی راحت اینها رو در به خاطر وقت‌های زیادی کرده بود و ضریب هوشی بالا در واقع مثل پدرش خیلی راحت آمد در استودیو خوند و کار سختی کرد خارج از استودیو قبل از ضبط. و استاد محمدرضا شفیعی کرکنی که کمک‌های زیادی در به ما کرد در شناسنامه اشعار و اصلاح اشعار، و استاد محمدرضا شجریان که میکس بخش صدا و اودیوی کار رو در استودیو در واقع ایشون انجام دادن برای ما، برای که خود من و اعضای گروه چندین میکس صدایی کردیم من استودیو و راضی نبودیم. من رفتم به آقای شجریان گفتم که خب ما کردیم و راضی نبودیم، تو بیا 40 سال تجربه تو بزن، و ایشون با منت سر ما گذاشت و ایشون آمد و این کار رو انجام داد و این میکسی که میشنویم میکس آقای شجریانه و از ایشون بسیار سپاسگزاریم. یک قطعه دیگه بقیه رو حذف میکنیم. امیر جان ترک 6 رو برای ما بیار با یک توضیح کوتاه، بقیهش دیگه من در خدمت شما هستم. عنوانش هست سگاه 6 آواز. این 6 آواز در واقع یکی از فرمای قدیم بوده که همه این قطعه ترنمه، منطقه آخر هر جمله اسم اون مقامی رو که این ترنم ها رو داره درش میخونه رو میگه خواننده، در واقع عبدالقادر. یعنی تمام اون جمله ترنمه، آخر ترنم ابتدا میگه گوشت. گوشت نام یک مقامه که امروز در موسیقی دستگاهی ما هست به عنوان یک گوشه خیلی کوچولو. بعد دوباره در مقام شهناز خواننده ترنم میخونه، آخر ترنم میگه شهناز. دوباره در مقام سلمک خواننده ترنم میخونه، آخرش میگه سلمک. دوباره در مقام مایه خواننده یک حجم زیادی ترنم میخونه، آخرش میگه مایه. تردیلانا تردیلانا